بینورومی یعنی سوده دچار این مریضیه. چند دقیقه بعد نتایج آزمایش میاد ولی علائمش مثل بینورومیه. خدایا این مریضی دیگه از کجا در اومده؟ بچه یهو از حال رفت و بیهوش شد. در ضمن این اواخر هیچی نمیخورد. خیلی بیحال بود. ما فکر میکردیم به خاطر ناراحتیه ولی هرچه زودتر باید معالجه با دارو رو شروع کنه. ولی خوب شدنش یکم وقت رو میگیره، تا چند هفته نمیتونه سفر کنه. بیمارستانی که توش بستریه بیمارستان خوبی آقا احمد؟ آره یه بیمارستان خصوصی، ازش خوب مراقبت میکنن. ولی آدم ها یه تولگا اونجا، یعنی نمیذارن بریم دیدنش. من با دکترش تلفنی حرف میزنم، همین که نتیجه آزمایش اومد ساری بهتون خبر میدم. ممنونم. من باید دخترم رو ببینم، اون به هم نیاز. زینب تو رو خدا آروم باش، الان وقتش نیست، فردا با هم میریم. باشه؟ بشین دیگه. زینب خانم حق با آقا سینانه، تولگا دنبال یه بهونه است که با همون دعوا کنه. بهتر فرصت رو واسهش مهیا نکنیم. شما خیلی خسته شدین، یکم استراحت کنین و خودتون رو آروم کنین. الو آقا قدیر، میام. من کی فرصت کردم که بهت زنگ بزنم؟ نمیدونی چه اتفاقایی افتاد. نه، وقتی اومدم بهت میگم. باشه الان میام. چند دقیقه بعد تبش میاد پایین. هنوزم چشاشو باز نکرده، طبیعیه. دکتر میاد بهتون میگه. منو ببخش عزیزم، خیلی ناراحتت کردم، ولی با من یه زندگی خیلی خوبی میتونی داشته باشی. هرچه زودتر خوب شد تو از اینجا بریم. باشه؟ واسط قهوه آوردم. میخوای بری بیرون و یکم هوا بخوری؟ نمیخوام، همینجا راحتم. با وجود این همه خوبیام چرا اینجوری برخورد میکنی؟ ببین من از تو هیچی نمیخوام، فهمیدی؟ باشه بهم کمک کردی، واقعا ممنونم، ولی دیگه ما رو راحت بذار. یعنی میگی کارت با من تموم شده؟ ولی کار من با تو تموم نشده. هر موقع چیزی رو که میخوام به دست بیارم تموم میشه. به خاطر تو این شهر بیکار شدم. تو میدونی من مجبورم پشت سرم نگاه نکنم و از اینجا فرار کنم. نمیتونم پول این دختره رو به تو بدم. در ضمن این ناممکنه، املاکش فروخته نمیشه. میمونه حقوق ماهانش که فقط واسه خودمون کافیه. پس باید اونو به من بدی دختر جون. به خاطر این کارت من یه عالمه پول مصرف کردم. الان دیگه اون دوره تموم شد. اگه پولشو به تو بدم چطوری ازش مراقبت کنم؟ هر کاری میخوای بکن. اگه میخوای برو کار کن. حالا از من جدا شدی. دیگه ازت مواظبت نمیکنم. فقط پولمو میخوام.
عزیزم. عزیزم دختری بدشانسم، مامانت اینجاست. این روزا میگذره میگذره، بازم میدویی و بازی میکنی. نگران نباش، این احمقا کجان؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ با تو هم. یالا برو بیرون. تو چطور بدون اجازه اومدی اینجا ها؟ زود باش برو بیرون. گفتم برو از اینجا، گمشو، اعصابمو خرد نکن. گمشو. ولم کن. تو کی هستی که با من اینطوری برخورد میکنی ها؟ تو چرا بدون اجازه اومدی اینجا؟ برو بیرون. زود باش برو بیرون. زنی که یه احمق. گورتو گم کن. برو. خفه شو، آروم باش. ببین دیگه این طرفا نبینمت. بهتره دیگه این دورو برا پیداد نشه، وگرنه اصلا برات خوب نمیشه. زینب، تو چرا بهم خبر ندادی که میای اینجا ها؟ من اومدم دخترمو ببینم، ولی اون پسر عوضی منو انداخت بیرون، خودم میکشم. یه لحظه وایسا. زینب یه لحظه وایسا، صبر کن، میریم حرف میزنیم. نه منم میام. یه لحظه وایسا ببین، مجبورم نکن تو ماشین قفلت کنم تا اونجا منتظر باشی. باشه، طبقه دوم اتاق شماره 403. باشه، تو اینجا وایسا، ما زود برمیگردیم. باشه. اینجا آشیونه ملتم خانم واسه بچه هاست. یکی از اتاقایی که کارش تموم شده اینه، ولی البته که هنوزم کم و کسریاشو داره. فکر کنم اینجا اتاق بازیه. خیلی خوشگل آقا آلب، خیلی خوش سلیقه است. همینطوره، تو را اینجا استخدام میکنم. اینجا یه باغچم داره که باید بهش رسیدگی بشه. در ضمن بعضی کاراست که روزمره باید انجام بدی، اونا را انجام میدی. در مورد جزئیات بعدن حرف میزنیم. فعلا رو همین مبل بخواب، فردا برات یه تخت آماده میکنم. نه آقا اصلا لازم نیست، من رو همین میخوابم، خیلی خوبه، تخت هم نمیخوام. من بازم واسط یه تخت آماده میکنم. ممنون، خدا ازتون راضی باشه. ممنون، همین کافیه. خیلی ممنون آقا آلب. یالا دیگه چمدونه تو از دم در بیار. ممنون، خدا ازتون راضی باشه. ببینین چه خبره.
آقایون، اونجا چه خبره؟ سر و صدا واسه چی بود؟ چیزی نیست، پلیس اومده، تحقیق میکنه. چند تا آدم خلافکار اومده بود، پلیس هم دنبالشون میگشتن، همه ی اتاقا رو بررسی میکردن. این سر و صدا واسه اون بود. چی شده؟ عزیزم الان میتونی راحت بری و سوزه رو ببینی. اصلا نگران نباش و نترس. ما چند دقیقه بعد میایم پیشتون، باشه؟ مریض ما آسم داره. چند دقیقه بعد مرخص میشه، ولی ببین خیلی خوب به نظر میاد. شما اونو کجا میبری؟ بعضی همکارامون هست که میخوان اینو ببینن و معاینه‌اش کنن. میبریمش پیش اونا و برمیگردیم. یلا بریم. اونا طولگا رو بردن؟ آره بردن. امیدوارم دیگه بر نگرده. فکر نکنم بتونه برگرده. تو هم دیگه نترس. نجات پیدا کردن از اونا اینقدر آسون نیست. وقتی وارد این کارا بشی معلومه که اینجوری میشه. جوری که گفتم شما این بچه رو تو سیاچل انداختین. آرامشش رو از بین بردین، مریضش کردین. پول ارزش این کارا رو داشت؟ سود منو نجات میده. اون عضوی از خانواده‌مه. طولگا نمیتونه آمریکا بیاد. پلیسا دنبالشن، دستگیر میشه. یه جای خیلی دور میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. خواهش میکنم سوده رو از ما دور نکن. آرامش بچه رو از بین نبر. چرا اجازه نمیدی خوشحال باشه؟ در ضمن تو فامیلشی، هر موقع بخوای میتونی اونو ببینی. اونجا میتونه زندگی بهتری داشته باشه، به درساش ادامه میده. طولگا و خانواده‌اش دست از سرمون بر نمیدارن. همین که خوب بشه تو اولین پرواز میاد دنبالمون. من میرم بیرون. تو اینجایی مگه نه؟ داداش الان با این چیکار کنیم؟ پوستشو میکنم یک کادو از طرف ما به دولت آمریکا. نه 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 نه. صبر کن صبر کن. بیا اینور. حالا بگو چی میگی. منو نفرستین اونجا. هر کاری بگین میکنم، ولی لطفاً منو نفرستین. اگه منو بفرستین آمریکا هیچ وقت از زندان آزاد نمیشم. پس بهترین کار همینه دیگه. خودشون میدونن با چیکار کنن پسر. خب ببینم منو چه جوری میخواید بفرستین اونجا. پلیس خودش آزادم کرد. من بیگناهم. نکنه میخواین به زور تو هواپیما سوارم کنین. ما این کارو حل کردیم، تو نگران نباش. قراره با جت مخصوص بفرستیمت اونجا. این کارو نکنین وگرنه نابودتون میکنم. الو سرهنگ، کدو آماده است؟ والله آره آره آماده است. هواپیما ساعت چند حاضره؟ کجا بیاریمش؟ باشه باشه جناب سرهنگ، باشه باشه باشه، به امید دیدار. روز بخیر. باشه بریم هاربی؟ البته که به هاربی. یالا دیگه یکم کاس بده. یه چه این هستی که فرودگاه آتاتورک هم دیگر رو میبینیم. ای وای. مامان تو اینجایی؟ آره اینجام دخترم. اینجام ببین من کنارتم. سوده جون خوبی عزیزم؟ خیلی ما رو ترسوندی. من چم شده مامان؟ یکم مریض شدی، تب کردی، آوردیمت بیمارستان، الان بیمارستانی، ولی ببین خوب میشی. مامان خواهش میکنم نذار منو ببرن تو رو خدا.
گریه نکن، گریه نکن عزیزم، وگرنه تبت میره بالا. خواهش میکنم آروم. تو بهم دست نزن. هم من و تو میتونیم یه زندگی خیلی خوب داشته باشیم، میتونیم یه خونه خیلی قشنگ داشته باشیم عزیزم. هر جایی بخوای میبرمت، هر چیزی بخوای برات میخرم، از اونجا خوشت میاد، مطمئن باش عزیزم. ازت متنفرم، برو از اینجا، برو. باشه باشه، ببین الان وقت حرف زدن در مورد این چیزا نیست، لطفا بچه رو راحت بذار. میشه بری به دکتر بگی که به هوش اومده؟ خواهش میکنه. مامان خواهش میکنم یه کاری کن، نذار منو از اینجا ببرن. شش عزیزم، آروم باش، آروم باش. تو باید خوب بشی دخترم. ببین بدنت خیلی ضعیف شده، باید قوی باشی، باید مراقب خودت باشی. من نمیخوام خوب بشم مامان. تو هنوز نخوابیدی؟ نه، خوابم نبرد، داشتم مجله های دکوراسیون رو میدیدم. گرسنه ای؟ تو یخچال غذا هست، اگه میخوای برات آماده کنم. لازم نیست، همون میکنم بعد میخوابم. امروز واقعا یه روز خیلی بد بود. والا همینطور بود. این کارای زینب خانومم خیلی طول کشید. البته که ول کردن اونطور خونه خیلی سخته، آسون نیست. یعنی زینب اونجا عادت کرده، براش سخت تموم میشه، منظورم این بود. واقعا خیلی سخته، مریض شدن سودم کارو بیشتر سخت کرده. همینطوره، زینب به هم گفت. شاید این به نفعشون باشه. تو چی میخوای بگی؟ یعنی زندگی کردن سوده با سلینا به نفع هر دوشونه. هرچی نباشه اون دختر فامیلای سوده است. در ضمن زینبم فردا حرف میزنیم ملتم. واقعا خیلی خستم، حمومم نمیرم، میرم میخوابم. شب بخیر. شب بخیر. سلام بچه ها، خوبین؟ سلام جناب سرهنگ، ممنون از اینکه تا اینجا اومدین و قلب ما را نشکندین. البته که میام، دستگیری این آدم ارزش همه چیو داره. باباش آدم پرنفوذیه، حتی شهردارم طرف اوناست. شهردار برکنار شده؟ استعفا داد. با این آدم ها بعضی معاملات غیر قانونی داشتن. تا جایی که من فکر میکنم تهدیدش کردم، اونم مجبور شده استعفا داد. خب کی به جاش میاد؟ من. ها او والا خیلی خوب شد، این خیلی تصمیم خوبی گرفتن، تبریک باشه. اینطوری بهتره، خوب شد. نه نه، شهرداری در کار نیست، یه چند وقتی موقتی به من سپردن، منم کارمندم و به موافقم گزارش میدن. والا اینم خیلی خوبه. اینطوری بهتره، خوب شد. خیلی خوب، بیاین که بریم. تو فرودگاه پلیسا منتظرمونن، پلیسای آمریکایی هم بی‌صبرانه منتظرن. پرونده‌شو دیدم، اوضاعش خیلی خرابه. یالا بیا پایین. شماها دارین جرم میکنین، این کارتون غیر قانونیه. نه این غیر قانونی نیست، تیم مخصوص تو رو میفرستن آمریکا، تو همون کشور باید مجازات بشی. از طریق اینترنت 5000 نفر رو گول زدی، دمشون گرم، مردمای اونجا خیلی بهمون کمک کردن. جونشون رو بگیر ولی تجارتشون رو نگیر، خیلی ازت عصبانیه. یالا بیا. میگم قربان،
وقتی اینو بهشون میدادین عکسشو بگیرین، به خدا خیلی دلم میخواد ببینم. خب شما هم برین، هواپیما دوباره برمیگرده. نه جناب سرهنگ، همچین کاریو نمیکنیم، یه جور بچگونه است. خب بیا بریم دیگه داداش، دیگه کی میتونیم آمریکا رو ببینیم؟ در ضمن هواپیما برمیگرده، ما رو برمیگردونه اینجا دیگه، مگه نه؟ آره هواپیما 24 ساعت اونجا میمونه و شما رو برمیگردونه. یالا دیگه شما برین و این آدمو تحویل بدین، منم زودتر برم کارای مدارکشو تموم کنم. آها، ولی من نمیتونم برم چون من مدارک رسمی و شناسنامه ندارم. من که استعفا دادم. استعفا تو قبول نکردم، تو مرخصی. در ضمن واسه همین اجازه دادم تو این عملیات باشی. تو کلید ماشین تو به من بده، وقتی برگشتی بهت میدم. باشه، بفرمایید. ها سینان، امانتی تو بگیر. سر این آمریکا رفتن ها از کجا در آوردی دیگه؟ هیچی پیشمون نیست، یه دست لباس هم نیاوردیم. چجوری بریم؟ چجوری برگردیم؟ چی کار کنیم؟ خب داداش از فرودگاه میخریم دیگه. حالا بذار به فولیا یه پیام بفرستم. من اصلا به زینب زنگ نمیزنم، بهش گفته بودم یکم دیر میام. به نظرم بهش زنگ بزن داداش، یه وقت عصبانی نشه. پسر من یکم رفتارهای مردونه دارم، ابهت دارم. الان اگه زنگ بزنم یه عالمه سوال میپرسه و جزئیات میخواد، خستم میکنه. اصلا حوصله‌شو ندارم به خدا. والا خود دانی، از ما فقط گفتن بود داداش. عزیزم، نتونستم از امانتت محافظت کنم. من نمیخواستم اینجوری بشه. کاش زبونم لال میشد و اون حرفو به بابات نمیگفتم. سما خانم، فقط یه شرطی دارم. صابر هیچ وقت از حقیقت باخبر نمیشه. گفت منو مثل مامانش فکر میکنه. اگه آماده این باشی، اگه قسم بخوری که این کارو میکنی. گفت من آمادم بچه رو بگیرم و واسش مادری کنم، در غیر این صورت طلاقم میده. میگه آبروتون رو جلو همه میبرم، دیگه نمیتونین از خونه بیرون برید. من هیچ پولی ندارم، همه چی مال سما خانوم. من مجبورم، وگرنه این بچه نمیتونه آینده خوبی داشته باشه. در زن تو هم میتونی بری به اون خونه، به عنوان پرستار از بچه مراقبت کنی. من چطور به صورت خانم نگاه کنم؟ یعنی همچین چیزی ممکنه بعد از این همه حرفا توی خونه؟ سما خانومم هم همینو میخواد. میخواد ما رو جلو چشاش نگه داره تو هر روز و هر دقیقه اذیتمون کنه. میخواد آخر عمر زجرمون بده و انتقامشو بگیره. ولی مجبوریم که قبول کنیم، فقط به خاطر آینده بچه‌مون. در غیر اون صورت نمیتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. آیشه، آه اگه من میفهمیدم یه روزی اینجوری میشه، به قولهایی که داده بودم عمل نمی کردم. به کدوم قول عایشه خانم؟ اونا چی هن؟ میتونم ببینم؟ نه اینا لوازم خیلی قدیمی هن. شما تا این موقع کجا بودین زینب خانم؟ من پیش سوده بودم، تمام شب و پیشش بودم. فقط خبری خوبی دارم، سوده به هوش اومد، تبشم پایین اومده، ولی البته معالجاش یکم زمان بره. وای خدایا شکرت. خب چجوری تونستیم با وجود بودن اون بی وجدانا برین تو؟ میدونی از دیشب تا حالا خیلی چیزا تغییر کرده. سینان و امره تولگا رو بیهوش کردن و با خودشون بردن، نمیدونم، فکر کنم داده باشنش دست وای خودشون. خیلی خوشحال شدم، واقعا خبر خوبیه. خب سلنا، اون چیزی بهتون نگفت زینب خانوم؟
متاسفانه اون هنوزم میخواد سوده رو به آمریکا ببره. اون در واقع از تولگا میترسه. خیلی هم از تولگا میترسه. تولگا الان نمیتونه به آمریکا بره. واسه همین میگه به آمریکا میرم و با پول سوده یه زندگی راحت واسه خودم میسازم. خب چه میدونم، اگه تولگا زندانی بشه شاید اون موقع تصمیمش عوض بشه، نمیدونم. بچه ها هنوز بیدار نشدن، خیلی دیره ها. وای یادم رفت صبحونه آماده کنم، اصلا نفهمیدم زمان چطور گذشت. بچه ها یالا دیگه پاشین، امروز شنبه است، شنبه که نیست. سینا زنگ میزنه. عزیزم چی کار کردی؟ نگران شدم. راستش زینب، ما میخواییم این دوستمون رو ببریم و تحویل بدیم. خب کجا میخواین تحویلش بدین ها؟ کجا باشه دیگه، نیویورک. خب با چی میخواین ببرینش نیویورک؟ این چه سالی عزیزم، معلومه که با هواپیما میبریمش. خودت که میدونی با کشتی خیلی وقت و در بر میگیره. با هواپیما زود میریم و برمیگردیم. مسخره بازی در نیار دیگه. آخه من چرا مسخره بازی کنم؟ این دیگه چه جور حرفیه؟ ما با جت خصوصی میریم، جت خصوصی. بعد اونجا یکم کارهای رسمیشو پیش میبریم، همین که کارش تموم شد سریع برمیگردیم. یعنی فوقش تا فردا یا پس فردا برمیگردیم. امروز به فرودگاه رسیدیم یا نه؟ ها ما رسیدیم. آره الان میریم داخل فرودگاه و کارشو تموم میکنیم. باشه عشقم، دوستت دارم. بای بای، قطع میکنم دیگه. واقعت کرد داداش، کاش پیام میفرستادی. پسر مگه نگفتی زنگ بزن؟ ای بابا. والا این خودشون اون آدمو تو آمریکا میبرن. دارم دیوونه میشم. حتما اینو پلیس مخفیان، پلیس مخفیان رو از مردم قایم میکنن. خب معلومه، اگه پلیس مخفی باشن باید قایم کنن دیگه. ببینم چه جوری میشه. اونا رو کجا گذاشتی؟ صدای چی؟ آبجی جون منم، چاقو تو بذار کنار. محمد تو اینجا چی کار میکنی؟ آبجی جون اول چاقو تو بذار کنار، بعدان حرف میزنی. تو اینجا چی کار میکنی؟ دیشب آقا آل منو آورد اینجا، گفت از این به بعد اینجا کار میکنی. میدونی بهم گفت رو این مب بخواب و بعدش خودش رفت خونش. آقا آل گفت؟ آره اینجوری گفت؟ آره. پس چرا به من خبر ندادی؟ صبر کن بهش زنگ بزنم. آره زنگ بزن، زنگ بزن. یه چایی میخوری واسات بذارم؟ نه نه من نمیخورم، خودت بخور. آی خدای من. آلب الان به آشیونه اومدم. محمد اینجاست، تو اتاق خوابیده. میگه دیشب آقا آلب منو اینجا آورد. آره عزیزم، نمیتونه تو خونه زینب بمونه. گفتم اونجا باشه و به باغچه رسیدگی کنه. چه بدونم، هر کاری پیش اومد انجام بده. در ضمن اونجا اتاق زیاد داره، بگو تو یکیش بخوابه. نزدیک بود ذره ترک بشم، فکر کردم حتما یه دوز اومده اونجا خوابیده.
تو چرا به هم چیزی نگفتی؟ در ضمن من که مجبور نیستم کارگرای زینب خانم رو استخدام کنم. مگه مالک اینجا من نیستم؟ ملتم جون، اگه میخوای میتونم مسئولیت همه کارا رو به تو بدم. نظرت چیه؟ فکر میکنی اینطوری بهتره؟ مگه من همچین چیزی گفتم؟ یعنی نظر منو میپرسیدی؟ بهتر بود با هم حرف میزدی. ببخشید، دیشب باید سریع تصمیم میگرفتم و این تصمیمو گرفتم. باشه؟ من الان باید به یه جلسه مهم برم، بعدن حرف میزنیم. خیلی خوب، باشه، حرف میزنیم. پس میبینم ایت. خدافظ. ملتم خانم، چایی آماده است. اون چایی بخوره تو سرت. یالا یکم زود بخوریم. میدونین که دیگه راننده ندارین مگه نه؟ خب پس چطوری میرین؟ با اتوبوس میریم. یه ماشینی اختراع کردن به اسم اتوبوس. یالا سری بخور. نه من شما رو میرسونم. مامان من بچه نیستم. با اتوبوس هم میتونین بریم مدرسه. منم بچه نیستم. وای خدای من، الان بچه ها چجوری با اتوبوس برن مدرسه؟ ای بابا، همون جوری که بقیه میرن اینا میرن دیگه. حالا اگه چند روز اینجوری برن و بیان مگه مشکلی پیش میاد؟ بدون سوده دلم نمیخواد صبونه بخورم. سوده چطوره مامان؟ خبری ازش دارین؟ خوبه خوبه. من تا صبح پیشش بودم، حالش بهتر شده عزیزم. اگه خوب بشه میبرنش آمریکا، پس بهتر خوب نشه. چرت و پرت نگو، انقدرم حرفای علکی نزن. یالا دیگه پاشو بریم، دیرمون شد. خودتون میتونین برین. خیالت راحت مامان جون، خیالت راحت. مطمئنی؟ مامان باشه، پس من برم بخوابم. روزتون بخیر. خدافظ. ناراحت نباش خلایشه. خلایشه ناراحت نباش دیگه، ما به تو نیاز داریم. باشه؟ آه عزیزای من، قلبم درد میکنه، قلبم درد میکنه. آره گوشتم حاضره. یالا بیاین بشینین. بیا شروع کنن دیگه. خب بقیه کجا؟ مامانم بازم رفته بیمارستان، سوده یکم تبش بالا رفته بود. نمیدونم داداش سینان کجاست. خلایشم که حالش خوب نبود، ولی خواست ازتون تشکر کنم. گفت که زود میخواد بخوابه. خیلی خوب. آره آره، یعنی الان که خونه خالیه خواسته یکم بخوابه. معلومه که تو اتاقای کوچیک نمیتونه راحت بخوابه. آخ جون پیرزونم هست. آه دختر خوشگلم. آه بچه های بدشانسم. من واسه تون هر روز پیرزولا میخرم. باشه، اصلا نگران نباشین. خیلی معذرت میخوام، ولی ما چرا باید بدشانس باشیم خاله؟ چون دیگه پولدار نیستین. نه اصلا اینجوری نیست. این دیگه از کجا درآمد؟ آی پسرم، اون خوردنی های خوشمزه که میخوردین به خاطر سوده بود. واسه اون میگم عزیزم، الان اون پولا دیگه رفت پی کارشون. نه ما. باشه جان. آره همینطوره، خاله منورم مثل ماست. خب تو هر روز واسه ما پیرزولا میخری مگه نه؟ تو به همون قول بده که هر روز بیای خونمون. ما هم بهت قول میدیم که هر روز واسه پیزولا میخریم. باشه؟ باشه، پس به تفاهم رسیدیم. اما من بستنی و شیر برنجم میخوام. باشه قبول دخترم، اینا شاهد باشن بهت قول میدم از اون واسه میخرم. این خیلی زرنگه، انقدر باهوشه که اگه بندازیش تو دریا یهو میبینی که با نهنگ میاد بیرون. جم جم، دقیقا چیزی که من میخواستم. من یه بار به سینان زنگ بزنم بیاد با ما غذا بخوره. اصلا زنگ نمیخوره، عجیبه، به زبون خارجی داره یه چیزی میگه. ای بابا تو یه بار ببینین چی میگه. بذار ببینم. مشترک مورد نظر فکر کنم خارج از کشور. زنگ نمیخوره. ای بابا، یعنی کجا میتونه رفته باشه؟ بده ببینم. به نظرت این پسر کجا میتونه رفته باشه؟ نمیدونم، نکنه بازم سر کار قبلیش رفته.
به نظر من رفته یه کشور دیگه تا از اون بازیایی بکنه که پول میخواد. رفته با پول بازی کنه همینطوره. به نظرم داداشت سینان الان داره مدارکو از یه جا به جای دیگه میبره. من بازم برم براتون کباب بیارم. آی این دیگه چجور در زدنیه؟ شما کی هستین؟ چی میخواین؟ زود باشین بچه ها، خونه رو بگردین. وایسین چی کار میکنین؟ چی میخواین؟ بلم کنین، بلم کنین. چی کار میکنین؟ بلم کنین. خواهش میکنم بلم کنین، بلم کنین. هیچ کی خونه نیست، آقا سینان تو خونه نیست. از کجا؟ من نمیدونم، شما از من چی میخواین؟ نمیدونم تو آبجی سینانی؟ نه نیستم، من آبجیش نیستم، اینجا مهمونم. ببین دنیز، همون جوری که دوست داشتی برات پختم، خیلی خوشمزه شده، بگیر بخور، بگیر. میبینین سوخته هاشو به من میده. تو سوخته هاشو به من بده، من خیلی خوشم میاد. بی خیال اینم، خیلی دوست داره الان یکم کلاس میزن. البته که باید کلاس بذارم بابا جون. وای وای وای. یه لحظه، صدای در نیست؟ آره صدای دره، این چیزی نمونده درو بشکنه. ای بابا شما بشینین، من خودم باز میکنم. خیر باشه آیش خانم. آه آقا قدیر، آه آقا قدیر، شما نمیدونین چه بلای سر برو تو مده. برو تو یکم آروم باش. آی چی شده آیش خانم؟ به خونه حمله کردن، همه جا رو، همه چی رو خراب کردن، همه چی رو. آخه کی میتونه به خونه حمله کنه آیش خانم؟ اون پدر شوهر سلینا خانم، نمیدونم وکیل چیه، اونو میگم، میگه بچهشو آقا سینان از بیمارستان دزدیدتش. همه جا دنبال آقا سینان میگردن، اگه پیداش کنن بلایی سرش دیارن. سری بهش خبر بدین که مواظب خودش باشه، خواهش میکنم. خدا رو شکر بچه ها، خدا رو شکر بچه ها خونه نبودن، خدا حفظشون کرد. خدایشه تو خوبی؟ چیزیت که نشده مگه نه؟ من خوبم، ولی خیلی ترسیدم، باور کنین ترسیدم. من دیگه نمیرم، من دیگه به اون خونه نمیرم. اون خونه، ببینین من نمیتونم بذارم شما به اون خونه برین. باشه جان، به مامانت زنگ بزن سری بیاد اینجا، خواهش میکنم، سری خبر بدین بیاد اینجا. بابا بیا بشین. من خودم الان میرم و اون خونه رو میبینم، اینجا که شهر هرت نیست. نه نه نمیتونی هیچ جایی بری، نمیخوام به تو هم آسیبی برسونم. نه نمیتونن به من آسیبی برسونن، دوستم هم با خودم میبرم. آه بچه ها گوش کنین، از خونه جایی نرین، رو هیچ کی درو باز نکنی. به زینبم زنگ بزن که بیاد اینجا، امشب اصلا خونه نره. باشه باشه، تو هم مراقب خودت باش. آیشه خانم آب بخور، آروم بشی. آره یکم آب بخوری. وای خدایا، وای خدایا. شب بخیر، اومدم سوده رو ببینم. بفرمایید، زینبم اینجاست. واقعا خوبه؟ فرشته کوچولوی من، تو چت شده ها؟ بازم تبش رفته بالا، سری خودم رو رسوندم، صبح که اینجوری نبود. اشکالی نداره، این حالتش طبیعیه زینب، دکتر معاینش کرد. آره یه سرم جدید بهش داد. عمو احمد میشه یه گزارش برام بنویسی؟ بگو سوده مریضه، نمیتونه جایی بره، اینجوری میتونم نرم. دختر خوشگل من، کاش یه مداد جادویی می داشتم، تو رو کوچولو موچولو می کردم و تو جیبم می زشتم، از این بیمارستان می باردمت بیرون عزیزم، ولی مجبوریم اینو قبول کنیم. ولی تو اصلا نگران نباش باشه، ما به خاطر اینکه تو از پیش ما نری هر کاری بتونیم انجام میدیم. تو مراقب خودت باشه، خوب شو باشه، اینو میدونی که اگه ناراحت باشی خوب نمیشی. من نمیخوام خوب بشم. این چجور حرفیه؟ مگه همچین چیزی ممکنه؟ ببینم تو با این فکر چطور میخوای دکتر بشی؟ کسی که نمیخواد خودش خوب بشه مگه میتونه بقیه رو خوب کنه؟ یالا دیگه، الان در مورد بیماریت کار میکنیم. اسم بیماری چیه خانم کوچولو؟ بینورومی.
خب میدونی معنی بینورومی چیه؟ بذار بهش میگن بینورومی یعنی عفونت شش. میدونستم. خب چجوری معالجت میکنن؟ در مورد معالجت پرسیدی؟ خیلی خوابم میاد، نمیتونم کارتون ببینم. وقتی از دکترها میپرسم میگن خیلی استرس داری. اما احمد من کی خوب میشم؟ این به مقاومت بدنت بستگی داره، شاید یک یا دو هفته طول بکشه. الو پسرم،